برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بهداشت جهانی گزارش داده است که آمار ابتلا به وبا در سال گذشته در جهان افزایش یافته است. ارقام این سازمان نشان می دهد که افغانستان بیشترین رقم مبتلایان به این بیماری را داشته است. این سازمان گفته است که موارد ثبت شده ی وبا در سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است. به گفته این سازمان موارد ثبت شده این بیماری در سال گذشته 470 هزار بوده است، در حالی که تعداد مبتلایان در یک سال قبل از آن به حدود 220 هزار تن می رسید. کمیته جهانی حضرت سید الشهدا علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در کویت در ادامه فعالیت‌های خیریه خود اقدام به ذبح ده‌ها رأس گوسفند در ایران کرد. این اقدام به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام شد و گوشت حاصل از آن به دست صدها خانواده‌های یتیم و نیازمند رسید. این کمیته در عمل به توصیه‌های آیت الله العظمی شیرازی فعالیت‌های خیریه، فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان به ویژه در کشورهای آفریقایی انجام می‌دهد. اتحادیه پزشکان سودان با نشر اعلامیه از ابتلای صدها نفر به تب دنگی خبر دادند و گفته است که وضعیت بهداشتی در ایالت جنوب شرقی القزارف هم مرز با اتیوپی به سرعت وحشت‌آور در حال وخیم شدن است. این پزشکان با نشر گزارشی گفتند که شیوع تب دنگی در سودان تا کنون سبب مرگ صدها نفر شده است. در این گزارش هشدار داده است که شیوع فاجعه بار این بیماری ها نظام بهداشتی ضعیف این کشور را از کار خواهد انداخت.